خود بردین و به کدام آرزویتان خود رسیدین؟ خب دقیقاً ما زهرا جان بالاخره پلانای خاص خود داریم در این خصوص و بالاخره خود انداز آغاز رابطه های ما هستند، رابطه دوره نامزاتی تصمیم داریم یک عمر زندگی را در کنار هم داشته باشیم و البته پلان های نزدیک اگر بایم نهایت تلاش میکنیم که بخیر دوره ماستری خود دوباره شروع کنیم. دیگه زهرا جان هم تازه دوره لیسانس تمام کرده، ما همچنان یک چند مدت میشه و تصمیم داریم بخیر زودتر برسد اگر دوره ماستری اگر فرصت شد. انشاءالله که به تمام آرزوهایتان برسین. از زهرا جان پرسان میکنیم ای که کدام توفی با ارزشی از جناب حداد گرفتن تا فعلا یعنی؟ خب من فکر میکنم توفه هیچ وقت نمیتونه مادیات باشه، چیزی که برای انسان مهم است معنویات هست، که همسرت تو را مثلا اجازه بده صحبت بکنی، در شما اجازه بده آزادی خاص خودت را داشته باشی، احترام به اندیشه ها، احترام به باورها، اینا همش دلایل میتونه از داشتن یک توفه باشه، یعنی گرانبهاتر از توفه میتونه باشه. اما توفه زیاد دریافت کردم و برای من همیشه یک خاطره مانده از اون توفه ها، و به این معنی نیست که توفه واقعا هم یک مادیات باشه، اما من بهترین توفیه که تا فعلا دریافت کردم از حداد کتاب دختران تالی بوده، که این کتاب به من خیلی انگیزه زیادی داده، این را خواستن برای من توفه آورده بودن که بخوانم و از او خیلی چیزایی رو بیاموزم که چیزایی در درون کتاب نوشته است. از دید شما جناب حداد ای که روز عاشقان و یا تجلیل از والنتاین یا 14 فبروری کدام جایگاهی در جامعه سنتی افغانستان داره یا خیر؟ خب بس روز عاشقا یا که روز والنتاین گذشته از مسائلش که خوبی برمیگرده کشور غربی، ولی در افغانستان مدت کمی میشه که از این روز عاشقایی که در کنار هم هستن واقعا با هم عشق میورزن از این روز تجلیل میکنن، ولی بدون شک جامعه سنتی افغانستان و خصوصا هم کسایی که مثلا از بیشتر سنتی فکر میکنن خب مخالف این مورد هستن، ولی این تازه در چند مدت چند سالی هست که ترویج شده رایستن و ما شاهد هستیم که به شکل ویژه همانند کشورهای دیگر در افغانستان هم تجلیل میشن و از این روز 14 فوریه عاشقا در کنار هم برنامه‌های مختلف میداشته باشن، در رستوران ها میرن، تفریح میرن و لحظات و خاطرات خیلی خوب را در زندگی مشترکشان به یادگار میگذارن که سالهای سال ماندگار میمانه برشان. خیلی عالی و چه خوب است که نظریات تانه بگوین یا که برای جوانان امروزی ما چه پیشنهاد دارید؟ البته من میخوام در ادامه سوال قبلتان این را یادآور شوم که است که حداقل ما به نظرم که روز اگر دو زوج با هم از ته دل عاشق هم باشن و در کنار هم یک زندگی مشترک پذیرفته باشن، هر روزشون فکر میکنم روز عشق است، روز عاشقا هستن که ما و زهرا جان تقریبا همون رقم است، برای ما هرچند که امروز به شکل ویژه‌ای تعلیم میکنم، ولی هر روز ما روز عشق است، روز عاشقا است، روز دلدادگی و محبت و صمیمیت است و زندگی خیلی خوب شده. در پیشنهاد ما ای است برای جوانان که ابتدا خوب هستن، که البته در مورد از اینکه ابتدا خوب است که اونا روی تحصیلاتون بیشتر بکنن و در قسمت ازدواج و از این موارد چه بهتر هستن که اینا به انتخاب خودشون همسر خود انتخاب بکنن و در کنار از این مهمی هستن که امو ویژگی هایی که واقعا میخواین که همسر آیندهش داشته باشه به شکل خیلی جدی این موارد توجه بکنن، همسر را بر خود انتخاب بکنه که تمام معیارات و ویژگی های خودش میخواد داشته باشه، و در کنار از او گاهی وقتا خب در افغانستان رسم هستن که بیشتر خانواده ها هستن که برای فرزندانشان یا خصوصا پسرها همسر میگذینه، ولی ما خوشبختانه ما و زهرا جان انتخاب هم بودیم، ولی ما پیشنهادم برای جوانان می هستن که حداقل در این قسمت خوب
دقیق باشن و کوشش کنن با انتخاب خودشان همسر انتخاب بکنن تا معیاراتی که میخواین داشته باشن زندگی خوب داشته باشن. و زهرا جان شما چه پیشنهاد دارین برای جوانان امروزی ما؟ خب من کس پیشنهادای می است که جوانا به انتخاب خودشان همسرشان انتخاب بکنن و وقتی مسئله ازدواج میایه مسئله یک عمر زندگی هست، سر کنار هم خوشبخت زندگی کردن، صبر و تحمل داشتن، مثلا گاهی مواقع باید مقابل خیلی دغدغه‌هایی که در زندگی میای با صبر داشته باشی و همچنان تفاهم خیلی مهم است. یکی از پیشنهادای می است که عاشقانه کسی را انتخاب بکنن و در کنار هم سالها زندگی. خیلی زیاد تشکر و آرزوی خوشبختی برای شما دو زوج عزیز و شیرین دارم. انشالله که یک عمر زندگی را با هم به خوبی و عاشقانه سپری کنین و تشکر از اینکه وقت گرانبهایتان در خدمت ما گذاشتین. آرزوی خوشبختی براتون دارم. دوستای عزیز، در کنار دو زوج عزیز ما بودیم و حرفاشون را شنیدیم. در دکانی قرار داریم که انواع و اقسام گل‌های رنگارنگ اینجا وجود داره و همچنان رسته‌ای هست که کلاً مربوط گل‌فروشی میشه. گرچه مزار شریف گل‌های تازه پیدا نمیشه، اما از گل‌های مصنوعی نیز استفاده میکنن. اینجا گل‌ها، خرسک‌ها، عروسک‌های جور شده که به مناسبت روز ولنتاین که جوانان بیاین برای کسایی که دوستشان داره و بهشان محبت میکنه از این گل‌ها خریداری کنن. ای گل گرچه خیلی دیزاین مقبول شده، اما متاسفانه ای است که ای گل مصنوعی هست. دوستای عزیز، ای بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعدی.